با یک خبر تازه و مهم خوش آمدید. سازمان ملل میگوید نشست های مخالفان سیاسی طالبان را با چالش روبرو کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش ربع‌وار این سازمان به شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان و پیامدهای آن به صلح و امنیت جهانی گفته است که نشست های مخالفان رژیم طالبان را در مسائل داخلی و خارجی با چالش روبرو ساخته است. آنتونیو گوترش امروز هنگام ارائه این گزارش با اشاره به نشست‌های مخالفان طالبان در مسکو، ویانا و شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفته است که مخالفان این گروه در تبعید نسبت به گذشته فعال‌تر شدند. در این گزارش آمده است که درخواست‌های تشکیل دولت همشمول در افغانستان از سوی طالبان نادیده گرفته شده است. سازمان ملل اما در این گزارش تصریح کرده است که جبهات نظامی ضد طالبان طی 3 ماه گذشته هیچ جغرافیایی را در افغانستان تصرف نکردند و برخلاف ادعای آنان حملات واقعی این جبهات در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. آقای گوترش جبهه آزادی را فعالترین جبهه نظامی در این مدت عنوان کرده و گفته است که جبهه مقاومت ملی در جریان 3 ماه گذشته هیچ حمله در پنجشیر انجام نداده است. با این حال سازمان ملل در 3 ماه گذشته 8 حمله مربوط به داعش را در افغانستان ثبت کرده است. بر بنیاد این گزارش این حملات در 3 ولایت کشور انجام شده است، در حالی که این گروه در زمان مشابه در سال 2022-27 حمله در 6 ولایت انجام داده بود. طبق گزارش شاخه خراسان داعش در این حملات جامعه شیعیان و مقامات طالبان را هدف قرار داده است. همزمان در این گزارش آمده است که در حملات و انفجارهای 3 ماه گذشته در افغانستان 65 غیر نظامی کشته شده و 125 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته آنتونیو گوترش یونما در 3 ماه اخیر 10 مورد قتل فراقانونی، 21 مورد بازداشت خودسرانه و 8 مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات و نیروهای حکومت پیشین از سوی طالبان را مستندسازی کرده است. در این مدت 15 تن هم با اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی و داعش شکنجه شدند. در این گزارش همچنان آمده است که طی این مدت طالبان 3 خبرنگار و 3 فعال حقوق زن را نیز بازداشت کردند. گوترش بازداشت خسرانه خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی را نقص حقوق بشر خوانده است. سازمان ملل از طالبان خواسته است تا به تعهدات و فرمان عفو عمومیشان پایبند باشند.